من موهامو کوتاه کردم یا دادم موهامو کوتاه کنن کدومش درسته توی زبان فارسی اگه ما بیایم بگیم که آقا من موهامو کوتاه کردم دو تا حالت بیشتر نداره که یا من خودم زدم موهامو یا رفتم آرشگاه نشستم گفتم آقا موهای منو کوتاه کن که معمولا وقتی ما توی زبان فارسی میگیم موهامو کوتاه کردم این به این که رفتم آرشگاه عشان موهامو کوتاه کردم خب یا مثلا میگم من ماشینمو شستم من ماشینم رو شستم این جمله من دو تا حالت بیشتر نداره اولین حالتش اینه که خودم دست به کار شدم ماشینم رو شستم دومین حالتش اینه که رفتم کارواش دادم ماشینم رو شستم یا اینجوری می هم میتونم بگم دادم ماشینم رو شستم خب اینجوری نمیگم معمولم یا من ماشینم رو شستم ولی توی زبان انگلیسی کاملا فرق میکنه ببین من توی زبان فارسی اومدم گفتم که من ماشینم رو شستم یا من موهامو زدم خب این به معنی که رفتم آرشگاه ولی توی زبان انگلیسی اگه بیام بگم که I cut my hair I cut my hair موهامو زدم خب غلطه این به این معنیه که خودم موهامو کوتاه کردم اگه واقعا منظورت این بودش منظورت این باشه که I cut my hair خودم موهامو زدم کاملا درسته ولی معمولا ما میخوایم بگیم که رفتم آرشگاه نشستم موهامو زدم یکی دیگه این کارو رو برای من انجام داد خب میام میگم که این ساختارش رو یاد بگیر خیلی باش کار داریم میام میگم که I had my hair cut I had my hair cut یعنی موهامو زدم توی پرانتز دادم یکی دیگه این کارو رو برای من انجام داد I had My hair cut موهامو زدم یه نفر دیگه این کار رو برای من انجام دادش یا مثلا همون کارواشه من راجع به کار چی گفتم؟ گفتم من ماشینم رو شستم خب توی زبان انگلیسی میاد میگیم که I washed my کار این یه حالت بیشتر نداره خودم فقط این کار رو انجام دادم دست به کار شدم آب, آب و کف و اینا رو قاطی کردم ریختم رو ماشین شستم I washed my car ماشینمو شستم ولی اگه بخوای بگی که دادم ماشینمو شستم یعنی یه نفر دیگه این کار رو برای من انجام داد خیلی راحت میام میگم I had my car washed I had my car washed یعنی دادم یه نفر دیگه ماشین من رو شست I had washed my car دادم یه نفر دیگه این کارو برای من انجام داد یا یعنی مثلا گوشیم خراب شده گوشی همراه میخوام بدم یه نفر باستم تعمیرش کنه خب میخوام بگم گوشیمو دادم که تعمیر کنن I had my cell phone repaired I had my cell phone repaired این به معنی اینه که من دادم گوشیمو یکی دیگه برام تعمیرش کنه I had my cell phone repaired دادم که گوشیمو تعمیر کنن حالا این حد گذشته چیه بچه ها؟ آفرین گذاشته هوه میتونم گذشتهش رو حذف کنم به جاش هاو بذارم چجوری میشه؟ میام میگم که I, I will have my کار washed I will have my کار washed میخوام بدم ماشینمو بشورن یه دونه ویلو وردم که جمله من رو خب وقتی ویل بیارم جمله رو میندازه توی آینده دیگه میبرش به آینده خب حد نمیتونم بیارم چون آینده است من راجع به گذشته نمیخوام صحبت کنم نمیخوام بگم که دادم ماشینم رو شستن میخوام بدم میخوام بگم که میخوام بدم ماشینم رو بشونن ویل رو میارم که جمله رو میگیره میبره به آینده میام میگم که I will حد نمیارم حالش رو میارم I will have my car washed باز به گذشته میارم و حواست باشه i will have my car washed میخوام بدم ماشینم رو بشورند یا i will have my hair cut میخوام بدم موهامو کوتاه کنن i will have my hair cut میخوام بدم موهامو کوتاه کنن یا i will have my cell phone repaired i will have my cell phone repaired میخوام بدم که گوشیم رو تعمیرش کنن درستش کنن خب پس من میتونم از ویل هوم توی این ساختار استفاده کنم در کنارش به جای این هو و حد که حد گذشتهشه هف حالشه یه کچون رسمیه یعنی جاهایی که خیلی رسمی و میخوای با ادب صحبت کنی از هواحت توی این قسمت گرامرمون میتونی استفاده کنی اگه بخوای کوچه بازاری صحبت کنی یا یه کوچولو غیر رسمیش کنی به جای هف میتونی از گات استفاده کنی به جای هف میتونی از گات استفاده کنی که حالش گته گذشتهش گاته برای مثال من اومدم گفتم که I had my hair cut حالا میام میگم که I got my hair cut یا مثلا اومدم گفتم که I will have my hair cut میخوام بدم که موامو کوتاه کنم حالا میام میگم که I will get my hair cut مثال دومم چی بود؟ اومدم گفتم که I had my car washed I had my car washed حالا میام میگم که I got my car washed I got my car washed دادم ماشینم رو بشونن یا میتونم بگم I will get my car washed میخوام بدم که ماشینم رو بشورم توی مثال سومم چی بود؟ اومدم گفتم که I had my cell phone I had my cell phone uh, repaired دادم که گوشیمو درست کنن repairedش کنن حالا میتونم بیام بگم که I will have get my cell phone repaired دادم که میخوام بدم که گوشیمو درست کنن یا میتونم بگم که I got my cell phone repaired دادم که گوشیمو درست کنم یعنی میتونیم از got که گذشته get از خود get هم میتونیم استفاده کنیم در کنارش از have که گذشتهش هدم میتونم استفاده کنم این از این نکته بعدی ما میتونیم برای WH question ها هم استفاده کنیم از این قسمت گرامرمون یعنی از این حالت گرامرمون میتونیم برای WH question ها هم استفاده کنیم WH question ها کدوما بودن سوال WH question ها گرامریه که ما میخوایم سوال بپرسیم سوالاتی که با WH شروع میشه قبلا رفت میکنم کامل سفتاست آموزشش رو دادم توی دیسکریپشن لینکشو میذارم اگه نمیدونی چیه برو اون ویدیو رو بعد از این ویدیو کامل ببین ما میتونیم از این گرامر توی این قسمت هم استفاده کنیم چجوری میشه مرای مثال میام میگم where did you ببین تلفظش دیجوه ها where did you have your car washed کجا میخوای بدی که ماشین تو بشورن where did you have your car washed. Where did you have your car washed? کجا میخوای بدی که ماشینتو بشورن؟ یا مثلا میام میگم که where did you where did you have your hair cut? کجا میخوای بدی که مو درست کنن؟ Where did you have your hair cut? کجا میخوای بدی که موهاتو کوتاه کنن؟ خب حالا من به از هب استفاده کردم دیگه کجا میخوای بدی حالا هد میتونم بیارم به جای هف یا از گت هم میتونیم استفاده کنیم توی این حالت هیچ فرقی نمیتونه میام میگم که Where did you had your hair cut? Where did you had your hair cut? کجا مواتو کوتاه کردی که مثلا اینقدر خوشگل زده یا مثلا where did you had your car washed کجا ماشینتو شستی که اینقدر خوب شسته و حرفه شسته میتونیم از این دبلیو اچ کوشن ها استفاده کنیم فقط به نکته تلفظی من دقت کن where did you یعنی کجا دادی کلا گذشته است دیگه خب حالا میام میگم where did you where did you have your car washed کجا دادی که مثلا ماشینت رو شستن به گذشته است خیلی راحت میتونیم از این حالت هم استفاده کنیم که did you دیگه یعنی did you did you بردمش به گذشته که میتونم بیام بگم where do you have your haircut کجا میخوای بدی که حالا ماشین تو درست کنم خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردیم امیدوارم که صفر تا صدش رو یاد گرفته باشی که مطمئنم قطعا همینطوره برای من حتما حتما مثال بزنم بچه یکی از هایی که خیلی به شدت حرفه ای و پرفشنال هستش یعنی من اگه بخوام از این گرامر استفاده کنم توی مکالمه زبان انگلیسی خوشگل دو سه لول میپره بالا یعنی دو سه لول آف میکنه قشنگ میپره بالا و خیلی راحت تر میتونم صحبت کنم یه کوچولو اسپیکینگم هم حرفه ای تر میکنه یعنی این گرامر هایی که ما کاملا توی زبان انگلیسی استفاده میکنیم گرامرایی که خیلی لول آپ میکنن ما رو از سطح مبتدی میبرن توی مبتدی رو به پیشرفته یا متوسط همین گرامر هستش اگه بتونی راحت یاد بگیری توی دفتر گرامرت بنویسی دو سه صفحه ببین یه صفحه هم نه دو سه صفحه برای خودت مثال بزنی اگه تمام مثالات درست بود با یه معلم چک کن خیلی خوب میتونی پیشرفت کنی صرفا فقط یادگیریش مهم نیست توی مکالمه زبان انگلیسی هم اگه بتونی ازشون استفاده کنی که دیگه خیلی عالی میشه و فوق میشه قطعا هم میتونی این کار رو انجام بدی من همیشه به بچه ها میگم بچه ها کسایی که مبتدیان میخوان گرامه رو یاد بگیرن مکالمه انگلیسی و سپیکینگ زبان انگلیسی رو یاد بگیرن حتما, حتماً حتما حتما قبلش یه دونه دفتر برای خودت درست کن یه جزوه برای خودت درست کن تمام گرامرایی که یاد میگیری رو توش بنویس قسمت بندی کن دو صفحه هم اختصاص بده به مثال هر چند تا مثال بزنی به نظر من خیلی عالی میتونه باشه و میتونه به دردت بخوره خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو من رو همراهی کردی امیدوارم که زبان انگلیسی رو بهتر کنی لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره اون زنگوله بزن که هر موقع ویدیو آپلود کردم بهت خبر بده خیلی مخلصیم